عفو بین الملل از طالبان خواست تا فوراً ظلم و ستم بر زنان در افغانستان را متوقف کند. این سازمان اعلام کرد رفتارهای طالبان در مورد لباس پوشیدن و دستگیری‌های خودسرانه بیانگر نقض فزاینده آزادی فعالیت‌ها و بیان زنان در افغانستان دارد. سازمان عفو بین الملل همچنین از طالبان خواست تا فوراً کارزار سرکوب را متوقف کند و زنان بازداشت شده را آزاد کند. گفتنی است که سران جنبش همبستگی زنان افغانستان تایید کردند که یکی از اعضای گروه معترض آنها در ولایت قندوز خودکشی کرده است. از سوی دیگر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز تایید کرد که بسیاری از زنان در کابل به بهانه بی‌حجابی بازداشت شدند، اما تعداد دقیق زنان بازداشت شده مشخص نشده است. گفتنی است که حکومت طالبان از زمانی که زمام قدرت را در اوت 2021 در دست گرفت، هزاران زن را از مشاغل دولتی اخراج کرد. همچنین زنان و دختران را از حضور در مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها، مکان‌های عمومی، شهرهای تفریحی، پارک‌ها و ورزشگاه‌ها منع و با آنها دستور داد که از حجاب اجباری استفاده نمایند. برای صحبت بیشتر در این باره خانم سادات حسینی فعال مدنی از روم ایتالیا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. خانم حسینی، در حال حاضر در حکومت تحت سلطه طالبان چه ظلم هایی به زنان روا می شود؟ عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه شما. متاسفانه در شرایط فعلی در کشور افغانستان که زنان زندگی میکنن و یا همه مردم افغانستان زندگی میکنن، زنان در تمام عرصه های زندگی بیرون رانده شدن. در یک روایت سیاه بر علیه زنان ادامه داره. زنان از کوچکترین حقوق ابتدایی خود خود متاسفانه برخوردار نیست. نه حق تحصیل داره، نه حق تعلیم داره، نه حق انتخاب داره. در هیچ یک زنان در هیچ یک از معادلات سیاسی اجتماعی اقتصادی و تصمیم گیری نه دخیلن و نه نقشی دارن که متاسفانه با آن که داد از اسلام و اسلامیت میزنن، اما متاسفانه این برداشت اونها و تفسیر حاکمان فعلی هست. هیچگاه اسلام با تعلیم زنان، با حضور زنان در اجتماع، با حضور زنان در معاملات اجتماعی سیاسی و اقتصادی مخالف نبوده. متاسفانه امروز زنان به صورت مدرنیته همه زنده به گور شدن و هرچیم که فریاد میزنن متاسفانه گوش ها همه ناشنواست و صدای نان نمیشنون. بله. وضعیت زنان واقعا وضعیت وخیم و وضعیت بسیار وحشتناک است. آیا توصیه های برخی از نهادهای بین المللی مانند عفو بین الملل تغییری در بهبود زنان افغانستان و تغییر رفتار طالبان خواهد داشت؟ از جایی که تعریف یا نوع فعالیت سازمان عفو بین الملل تعریف شده، شیوه فعالیت های از او در قسمت افغانستان حداقل در قسمت زنان واقعا وظایف خودخور انجام داده، تحقیق خودخور، گزارش های خودخور و توصیه های خودخور اعلام کرده. اما ما توقع از این داریم که قدم دوم سازمان عفو بین الملل برداره که در نهایت این گزارش ها و این تحقیق ها و این پژوهش ها خواستار برقراری عدالت برای افرادی که حقوق اونها پایمال شده که او را میتونه از طریق نهادهای بین المللی مثل دادگاه بین المللی، دادگستری و دیگر نهادهای حاکمی که قابل رسیدگی در نقض حقوق بشر هست پیگیری بکنن و این یک گام مثبت هست برای حمایت از زنان. فعالیت های سازمان عفو بین الملل در شرایط فعلی. بله. خانم حسینی، خود زنان افغانستان چگونه می توانند حقوق خود را استیفا و دولت طالبان را وادار به عقب نشینی در برابر حقوق حقه خود نمایند؟ با اینکه زنان خیلی زیادی کشته شدند که درود می فرستیم به روح اونها و زنان خیلی زیادی زندانی هستند،
باز هم اونها تحت هر شرایطی بودن دست از مبارزه بر نداشتن، ما برای اونها خدا قوت میگم. اما به نظر من چیزی که موجود هست، طالبان از زنان میترسن و زنان یک قوت بسیار قوی هستن. من میخوام بگم زنان ادامه بدن فعالیت های خودخور و مبارزات خودخور و ساکت نشینن و از هر فرصتی باید صدای خودخور بلند بکنن. اما چیزی را که واقعا گلایه دارم، سکوت مردانی که همیشه فریاد میزنن ما مسلمانیم و از زنان باید حمایت بکنیم، چون اینها سکوت کردن و هیچ نوع حمایتی نمی کنن. این واقعا بسیار دردناکه. من مطمئن هستم مبارزات زنان نتیجه خواهد داد، هرچند متاسفانه با قربانی های خیلی زیادی هستن، نباید خسته شوند و هر جایی که هستیم باید همجنس خودخور و کشور خودخور فراموش نکنیم و فریاد بزنیم. اما چیزی که من تقاضا دارم، عده ای از علما واقعا باید جلوگیری بکنن از افرادگرایی مذهبی که ای باعث شده لطمه به دین اسلام بزنن و یک عده فرصتی برای اونها بشه که سوء استفاده از دین اسلام بکنن. هیچگاه دین اسلام با فعالیت های زنان و حضور زنان در تمام عرصه ها مخالف نبوده. دین اسلام دین افرادگرایی نبوده، دین رحمت للعالمین بوده و دینی بوده که همیشه وسط انتخاب کرده. متاسفانه در بعض مواقع حرکت های علما و حمایت های بعضی مواقع از حرکت های حاکمان فعلی باعث شده که اونها قدرت و قوت بگیرن. من تقاضای می هست که آیات صریح خیلی واضحی در قرآن وجود داره در مورد از این مسائل که به خاطر ضیق وقت من نمیخوام وارد از اون مسئله شم. لطفا در قسمت مبارزه با افرادگرایی مذهبی اقدامی بکنن و این باعث نشه که بیشتر از دین اسلام ضربه بزنن و زنان افغانستان بیشتر از این به کام مرگ بکشونم. و طبعا یک روزی فرا خواهد رسید هم در این دنیا و هم در آخرت به محکمه معرفی بشن و عاملین به پنجه قانون سپرده